توه. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام، شبتون بخیر. خوشحالم که امشب هم با برنامه جهان رو در خدمتتون هستم. بخشی از پشت صحنه برنامه قبلی رو ببینیم و ان شاءالله گفتگو امشبمون رو شروع کنیم. دهمین سالگرد شروع کار جشنواره انبار هستش. از ماه بعد هم جشنواره فجر آغاز به کار میکنه و به نمیشه گفت دی و بهمن بهار سینمای ایران هستن. چون فیلمی بسازی که مخاطب نداشته باشه، یک ذیل از این سینما تعریفش حذف میشه. یعنی فیلمی ساختی برای آرشیو، اسمش سینما نیست، اسمش چیز دیگه میتونه باشه. شاید اون تعریفش همینه، فیلم. هر فیلمی تبدیل به سینما نمیشه. یه دی بردن خوردن اون موقعی که اینا میرفتن میجنگیدن، بچه های مثلا آقایون داشتن درس میخوندن، تخصص کسب میکردن، اون موقع میگفتن تعهد ملاک، برای رومی رفتن باید اعتقاد داشت، فلان داشت. امروز که تمام شده مسئولیت ها رو میخوان تقسیم بکنن، میگن تخصص ملاکه. بغض و کینه انقلابیتون رو در سینه ها زنده نگه دارید، با غضب و خشم به دشمنان نظر کنید. این تازه اول راهه. این اگر اون جنگ سخت ما 8 سال بود، یا به تعبیری حالا 10 سال کردستان و غیره رو باش در نظر بگیریم 10 سال بود، این جنگی که حضرت امام تعریف میکنه از فردای قبول قطعنامه شروع میشه تا امروز که سال 98 هست بیش از 30 سال ادامه داره. یعنی شما برای دفاع از انقلاب داده شعار انقلاب باید شبش تا صبح کلانتری میخوابیدی که چرا اومدی به دیوار شعار نوشت. امثال آقای مهدی نصیری الان کجا هستن؟ آقای مهدی نصیری نشریه صبح رو در میاد. اون موقع حالا من می‌خواستم به ترتیب بیام بگم مثلا این جنبه رسانه‌های انقلاب چه گرن. حرفایی که توی نشریه زدیم صبح زده می‌شد، آقای مهدی نصیری می‌زد نقد جریان سرمایه‌داری، نقد نمی‌دونم دولت مدار، نقد سیاست‌های وزارت پستی و بعد نقد همین آقای زنگنه که همین الان دیدم. اینا فوش‌های این قصه بودن، یعنی رو مین عدالت‌خواهی رفتن. تونستیم تو 2/2/69 بیش از 30,000 نفر رو ما بسیج کردیم جلوی مجلس در خصوص تهاجم فرهنگی. چرا اومدم تو سینما؟ عقبش برمیگرده به این. خیلی از این حرفا رو میشه به تصویر تبدیلش کرد، کمک میکنه، ولی به هر حال خود این برنامه هم به عنوان یکی از رسانه‌های جریان انقلاب کارکردهای خاص خودش رو داره. امروز 9 دی ماه 1398 دهمین سالگرد حماسه تاریخ 9 دی هستش. اتفاقی که قطعاً یکی از نقاط عطف بعد از تاریخ انقلاب حساب میشه و کسانی که 10 سال قبل چنین روزی رو به خاطر دارن یادشون هستش که این روز چه نقشی در ثبات کشور بعد از 8 ماه تلاطم هایی داشت که شاید خیلی ها پیش بینی میکردن که ادامه دار باشه. از این امور امشب در خدمت جناب آقای حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هستیم تا هم اتفاقات سال 88 و اون رویداد 9 دی سال 88 رو به طور خاص واکاوی کنیم و هم ان شاءالله سوالاتی که پیرامون این مسئله اصلی هست رو خدمتتون بپرسیم. خیلی خوش اومدید. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز و گرامی و شما و سالگرد حماسه
عظیم نوحته ای رو هم خدمت همتون تبریک عرض میکنم. خیلی ممنون و تشکر از اینکه قبول زحمت کردین و امشب تشریف آوردین. من بزنم خیلی سریع و بدون مقدمه سوالات اصلی بپرسم، چون حدسم از الان اینه که ممکنه وقت کم بیاریم چون سوالاتمون خیلی زیاده، سوالاتی که بینندگان فرستادن هم زیاد هستش. خیلی ها خب در ارتباط با وقایع سال 88 دلایل متفاوتی ارائه کردن. حضرت عالی به عنوان نماد یک جریانی شناخته میشید که معتقد سال 88 جدای از عوامل داخلی که داشت ریشه این اتفاق خارج از کشور بود. اگه خیلی میگن اینطور نیست، یه اتفاقاتی در داخل افتاد که اون اتفاقات منجر به مثلا 8 ماه ناآرامی شد و بعدش هم حالا توی برهه‌ای مثل نوحه‌ای متوقف شدش. این مستندات شما دقیقاً چیه که میگید مثلا سال 88 ریشه و ترایش در خارج از کشور بود؟ بله ببینید، من حقوقدان نیستم ولی حقوقدانا اصطلاحی دارن میگن آفرته میخوام این سرهنگ نیستم نه اتفاقا من سپاهی بودم افتخارم میکنم. حقوقدانا یک اصطلاحی دارن میگن نحن ابنا دلیل نمیل و حیث و یمیل، ما فرزندان دلیلیم، به هر طرفی که اون دلایل میل کنن ما هم به همون سمت. این نکته‌ای که شما اشاره کردید خب با دلایل فراوانی همراهه که حتی فهرست اونم مثنوی 70 من کاغذ میشه. من فقط به چند نمونش اشاره میکنم. آقای کنت تیمرمن مسئول میز ایران هست، همه اینا اسنادش هست، یعنی قبل از اینکه ما بخوایم ارائه بدیم اگر که ارائه بدیم دوستان میتونن با مراجعه به خود سایت های مربوطه به دست بیار. آقای کنت تیمرمن مسئول میز ایران در سیایه هست، خودش انکار میکنه ولی بعضی ها به هر حال یه آدمیه که به شدت زده. روز 11 ژوئن 2009 یعنی 21 خرداد 88، یک روز قبل از انتخابات، یعنی شبی که فرداش انتخابات، مصاحبه داره با CNN، میگه فردا در ایران انتخابات نخواهد بود بلکه یک انقلاب رنگی رخ میدهد شبیه آنچه در قرقیزستان بود، فردا ایران و بعد سوریه. این حرفونه. قبل از فتنه تمهیدات زیادی فراهم شده بود. مثلا ببینیم، من از کلم خود فهرستشم طولانی میشه، مثلا وی او ای فقط صدا بود، از چند وقت قبلش، از تقریبا چند ماه قبلش تصویرم بودش، یعنی تبدیل به تلویزیون شد. بی بی سی هم همینطور، بی بی سی از 5 ماه قبل زمستان نشد. یورو نیوز میدونید یه مثلا شبکه تلویزیونی مخصوص اروپاست، به زبان انگلیسی توی اروپا برنامه پخش میکنه، برنامه فارسی گذاشت. وزارت خارجه اسرائیل، این همش قبله ها، قبل از فتنه، وزارت خارجه اسرائیل تارنمای وزارت خارجه به زبان فارسی گذاشت. خب همین در درست فتنه فعال بودن. تعداد زیادی از شخصیت های برجسته سرویس های اطلاعاتی دشمن بیگانه، عمدتاً از آمریکا، MI6 انگلیس، از فرانسه و برخی از نایی که توی لهستان دست به کودتاهای مخملی و چیز زده بود، اینا هم قبلا وارد ایران شدن تحت عناوین آکادمیک و با کسانی که قرار بود در فتنه نقش ایجاد کنن برنامه های آموزشی داشتن. این افراد دقیقا کیان؟ نه که یعنی خود من چند تاشون رو اسم ببرم، مثلا آقای موسوی کروبی هستن یا نه؟ نه نه نه، من اون بیرونی ها رو میگم، اون از بیرون اومده. کیا منظورتون؟ حالا انشالله که من اینو رو مثلا خدمت شما عرض کنم که جان کین، این یک بار بعد از حوادث تیر ماه 78 به ایران اومد، پاییزه
78 اومد. یک بار دیگه قبل از فتنه 88، یعنی حدود 10 سال قبل، ایشون رئیس مرکز مطالعات دموکراسی در دانشگاه وست مینستر انگلستان. شما اگه روی سایتش برید میبینید که مشاور ارشد MI6، منطقه با این نام نیومده، ما به عنوان یه اکادمیسیان اومده در پوشش دیگه، حتی ایشون رو پیش یکی از مراجع توی قم بردن، منطقه اون مرجع بزرگوار متوجه شده، یعنی متوجه شده، یعنی دیده این چیزایی که میخواد و مطالبی که داره مطرح میکنه همچین با اون چیزی که موضوع بحث هست همخوانی نداره و خب باش خیلی کنار نمیاد. خب این با کی ارتباط داشته به شریعت مداری؟ یعنی الان شما اسم این فرد رو بردیم که چه نتیجه بگیرید؟ ببینید ایشون وقتی که میاد با برخی از اعضای حالا احزاب اصلاح طلب با اونا نشست داره، کارگاه آموزشی داره و حتی یک کارگاه آموزشی که از کارگاه آموزشیشون دو هفته هم به درازا میکشه. آقای یورگن هابرماس، یورگن هابرماس میدونید که حتما بینندگان میدونن، یورگن هابرماس از چیز گذار به دموکراسی رو داره و این از مشهورترین نظریه پردازان نافرمانی مدنیه. اینو با مارکوزه و با چیز بودن که فعلا مکتب فرانکفورت بودن، فقط این مونده، این میاد ایران و خب میاد ایران بعد چیکار میکنه؟ بخش من جزء بله میاد ایران با میاد ایران با این حرفا گفته شده که اینا اومدن ایران، ولی اینش معلوم نیست. خب با کی دیدار کردن، چی گفتن؟ چون مثلا ممکنه عمدتاً ما بگه خب همین مثلا فرد قبلی هم که نامورین جان کین خب رفته با مرجع دیدار کرد، حالا با فلان حزب اصلاح طلب دیدار کرده. ببینید چطور اونجا اشکال نداره، اینجا اشکال داره. به دعوت اصلاح طلبا میاد که من ترجیح میدم این طیفشون رو بگم مدعی اصلاحات، چون همشون رو نمیتونیم چیز کنیم. به دعوت اونا میاد و توسط همون اونا میره پیش یک مرجع برده میشه. بعد کارگاه آموزشیش دیگه خیلی روشن، مثلا کارگاه آموزشی که خانم الیزابت چنی، دختر دیک چنی، دو تا کارگاه آموزشی تشکیل میده، یکی در دبی، یکی در لاهه هلند. کارگاه محتواش چی بوده شده داره؟ کارگاه ها هر کدوم از اینا یه آموزش های خاصه، از اون آموزش ها چیز زیادی بیرون نمیده. مثلا آموزش نافرمانی مدنی توی این کارگاه ها مطرح میشن. ریچارد وارتی که معرف حضور همه هست، ایشون هم میان. از شبت مانوئل کاستلز، ایشون پایه‌گذار مرکز دیپلماسی عمومی، پابلیک دیپلماسی و در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی کار میکنه، یعنی اونجا از اساتید اونجاست، استاد دانشگاه بهشلی هم هست، تحت همین عنوانم میاد. ایشون از اعضای برجسته کمیته خطره دی سی، دنجر کمیته. خب آقای جان هیک، آقای جان هیک وقتی شما رو سایتش میرید معروف به احیاگر اندیشه پلورالیزم دینی، ایشون هم به همون دعوت میاد. خب تز ایشون در این زمینه اینه، این چیزی که اینجا توی این کارگاه مطرح میکنه، میگه هر وقت قرائت‌های دینی فراوان بشه یافتن نسخه اصلی به آسانی ممکن نیست. حضرت امیرالاسلام میفرمایند که از ده عمل جواب خفی از ثواب. وقتی جواب‌ها فراوان شد اون چه که اون ثواب ثواب واسات، اون چیزی که واقعی هست. آقای آلن تورن از مرکز مطالعات جنبش های اجتماعی، استاد دانشگاه پاریسه. آقای تیموتی گارتن اش، این دستیار آیزا برلینه، تئوری فشار از پایین و چانه زن از بالا مال اینه که بعضی حالا به نام خودش مطرح کرده، نه ایشون مال اینه و قبل از اینکه اون آقا مطرح کنه این تئوری مطرح شده روشن، بس همین الان رو سایتش هست. آقای آگنش هلر رهبر جنبش منجر به فروپاشی مجارستان،
آقای آدام میشنیک از رهبران جنبش همبستگی لهستانه. اگه اینا رو بخوام بگم خیلی طول میشه. جورج سوروس هست که جورج سوروس ببینید به ایران نمیاد، البته اونجا باهاش ملاقات میکنه. من مثال ها فکر میکنم بنظر کافی هست. یعنی حالا بیایم روی سوال دیگر اینجا همچنان وجود داره. آشنا اینا که ببینید حالا اینا که نام بردید خیلیشون خب چهره های مطرح و شناخته شده علمی حساب میشن. بله. البته من نمیخوام اینو منکر بشم که بالاخره علم و دانش الان تو دنیا خیلی جا شده یک پوشش. بله. اما مثلا افرادی که نام بردین، جان هیک یا مثلا هابرماس، اینا چهره هایی هستن که در عرصه علوم انسانی در دنیا مطرح هستن و شاید مخاطب به راحتی نتونه بپذیره که مثلا اینا واقعا در پوشش علم و دانش ولی با اهداف مثلا امنیتی سیاسی وارد ایران شدن. کما که بعداً هم خیلی های دیگه اومدن، مثلا جامعه شایمر یا از افراد دیگری که مثلا در عرصه علوم انسانی در دنیا مطرحن اومدن رفتن، اتفاقی هم بعدش نیفتاده. این رو ما چطوری میخوایم لزوما نتیجه بگیریم که آمدن و رفتن اینها در یک برهه در ایران واقعا ریشه اتفاقات سال 88 بوده؟ ببینید به دو علت. یکی این که وقتی که من عرض کردم وقتی رو سایت اینا میریم، اینا از همکاران سرویس های اطلاعاتی هم میدونید، اونا مثلا جان کین هیچ عبایی نداره از این که روی سایتش بره که مشاور ارشد MI6 هست. خب مشاور ارشد MI6 میاد ایران بدون این که با اون نام باشه، بعد اون وقت با یه طیف خاص. ببین اینا وقتی که میان باید با دانشگاهیان اکادمیک هم دیگه واسه بیان با دانشگاهیان جلساتش، اینجوری نیست، جلسات حزبی دارن. آها یعنی میگید این افرادی که نام برید هیچکدوم نمیدن جلسات عمومی داشته باشن؟ بعضی از اونها، بعضی از اونها مثلا یکی دو تا دانشگاه رفتن سخنرانی کردن، مثلا مثل روتی مثلا دانشگاه تهران رفته سخنرانی کرده، ولی بقیه‌شون نه، بقیه همه وقتی اومدن با اینا کارگاه آموزشی داشتن، اینا که اصلا چیز نبودن. مثلا من نمیدونم اسم ببرم، مثلا یکی از اینا به دعوت آقای مهاجرانی میاد. چه سالی یعنی؟ چون مهاجرانی که خودش سال هست ایران نیستش. بله الان 10 سال از فتنه 88 گذشته دیگه. خب من قبل از 88 بله خودش از ایران رفته بود. از قبل به دعوت ایشون میاد، قبل از اینکه آقای مهاجرانی بره. آه یعنی در دوره که بله در بله ایران بود اینو دعوت. بله بله یه موقعی هم بعد به بعضیشون به دعوت آقای ابتهی میاد، موقعی که معاونه حقوقی آقای خاتمی بودن. پس شما اینها در دور اصلاحات رو دارین نام میارید دیگه؟ بله اینا اون موقع بودن، یعنی از اون موقع میان. ببینید برنامه از قبل چیده شده. وقت ببینید نکته دیگه هم که در این زمینه باید عرض بکنم، عرض کردم تو این زمینه موضوع خیلی خیلی فراوونه، اما نکته دیگه هم که عرض بکنم، شما میبینید که در یک مقطعی بسیاری از گروهایی که ظاهراً با هم اختلاف سلیقه، اختلاف سیاسی دارن، حتی بعضیشون اختلاف سیاسیشون اختلافاتشون خیلی عمیق هم هست، تا جایی که میشه اینا به عنوان گروه هایی تلقی کرد که این تلقی تضاد از نوع چی بشه میکرد. خب اینا ببخشید، خواهش میکنم. سلام الله علیه و سلم. ببینیم اینا یه دفعه در یک مقطعی با هم جمع میشن، به نظرتون عجیب میاد؟ مستاقی بگید. مثلا ببینید در یک مقطعی میبینید همه اینا میرن زیر یه تابلو، اصلاح طلبان، کارگزاران، من اصلاح دارم میگم برخی، خدا رحمت کنه مرحومه ایتالو خایری شیرازی رو، یه دفعه میگفت وقتی که زید میکنیم یه برخی بگیم. دادم پرسیدم برای چی؟ آجا گفت برای آخرتت خوبه. واقعا هم درست میگفتن، خدا رحمتشون کنه. از اصلاح طلبان هستن، کارگزاران هستن، نهضت آزادی هست، ملی‌گراها هستن، مارکسیستا هستن، باهایی هستن، کومله هست. میدونی کومله را اصلا باهایی ها را هم دفعه الان اسنادش هست، کومله هست، همه اینا در همون حال حمایت های بیرونی هم هست. اول من این عرض کنم برای یادو نظر بیننده، ببین یه فرمولی هست، وقتی که گروه هایی که با هم اختلاف سلیقه دارن و تو اختلافات فاحش دارن، وقتی اینا با هم جمع میشن و ائتلاف میکنن، نباید به تابلوی ائتلاف توجه کرد. تابلوی ائتلاف قطعا اینجا قلابیه،
برای اینکه ببینیم این گروه ها برای چی جمع شدن، یه فرمولی داره. فرمولش اینه که بایستی از مواضع اونا مخرج مشترک بگیرید. وقتی از مواضع اینا مخرج مشترک میگیرید، میبینید که مسئله انتخابات نیست، کما اینکه آقای کنت تیمرمن میگه مسئله انتخابات نیست، کما اینکه خودشون شعار دادن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است. خود این آقای جان کین میگه، به نقل از روتی میگه، میگه همه، ببینید همه کودتاهای مخملی، من میگم کودتاهای مخملی، خودشون میگن انقلابای رنگی، همه اونا میگه اصلا انتخابات محورن. اصلا یه تایه بخشی داره توی سایتش هست تحت عنوان election point، نقطه انتخابات. همه انتخاب محورن ولی انتخابات موضوعشون نیست. خب بید ببینید، ریچارد هاست، آقای ریچارد هاست، ریچارد هاست، مرد سختمه این اسامی رو ببرم، ولی خب حالا گفت بهتران باشد که سر دلبران، حتی نه این دلبر نیستن، گفت آید در حدیث دیگران الفاظ ما شهدت بهل. بله ببینین، ریچارد هاست رو میفهمید؟ ریچارد هاست، ریچارد هاست مسئول شورای روابط خارجی آمریکاست، قبلا بوده، حالا هم هست، اون موقع هم بود. بعد از نوه دی، بعد از مجنون نوه دی یه مصاحبه ای داره، اینجوری که مصاحبه تو ذهنم هست، با ام بی سی مصاحبه میکنه، به طور ضمنی میگه، واسه ما اون موقع تعجب کردن چرا میگه، به طور ضمنی میگه، میگه دوستان ما در ایران خیلی زود به سراغ نقطه پایان رفتن. نقطه پایان چی بود؟ انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است. خب با این وضع چگونه میشه تصور کرد که حتی این دومه وانگه؟ این نکته دیگه، از یه زاویه دیگه، از یه زاویه دیگه، این فتنه بر اساس یک فرمول شکل گرفته بود. اگه شما به سراغ اون فرمول میرفتید، میتونستید مبانی، میتونستید مراحل فتنه رو پیش بینی کنید. چی این فرمول؟ ببینید این فرمول یه فرمولی هستش که حالا میخوام توضیح بدیم. مثلا این فرمول، فرمول همین انقلاب رنگی دیگه، فرمول این انتخاب رنگ و تجمعات خیابانی و اینو. یه نمونه من نمیخوام حالا از کیام بگم، چون از کیام اومدم حالا میگم دیگه، چون این برملاست. یکی از معمولا روزنامه نگار نمیتون، دیوار حاشیه برای روزنامه نگار بلند نیست، چون همش مکتوبه. ببین ما مراحل فتنه رو همه رو گام به گام پیش بینی میکردیم و همه اتفاق افتاد. من تو یادم هستش که یه دفعه وقتی مطرح کردیم که اینا حتما یه رنگ انتخاب میکنن، یکی از آقایون بزرگان که آدم خیلی خوب و محترمی هم هست، اون با من تماس گرفت، گفتش که شما میگی رنگ، خب بر چه اساسی میگی؟ گفتم خب شما بیا دفتر ما بهت بگم بر چه اساسی میگم. بعد گفت خب برفرضم بخوان انتخاب کنن، حالا انتخاب نمیکنن؟ گفتم نه نمیتونن. یادتون حضرت آقا یه دفعه داشتم بعضی از اشتباهات آمریکا رو میگفتن، بعد بعضی که اشتباهات آمریکا رو یاد کردن، بعد بعضی گفتن که خودشون، گفتن ممکنه بعضی بگن خب اشتباهات دشمنی میگی اصلاح میکنه، و بودن نه اینا اشتباه، این اشتباهات از ما اصلاح کردنی نیست. ببینید من خدا کنه این آورده، البته به هوای این که داشتم میمدم این آوردم. ببینید این یه سنده، دو روز قبل از انتخابات، یعنی خونه جلو دوربینم بگیره. بله ببین، دو روز قبل از انتخابات، یعنی ما از کجا میدونیم؟ ما که غیبگو نیستیم که. خب لا یعلم غیب السماوات و الارض الا هو، جز خدا کسی غیب آسمان و زمین نمیدونه. دو روز قبل از انتخابات تیتر ما اینه: آخرین پرده سناریوی افراطیون، آشوب پس از شکست. یعنی 20 خرداد هستش، درست؟ بله بله، چهارشنبه. بله. آشوب پس از شکست. اون موقع هنوز کسی چیزی، ما میگیم اینا شکست میخورن، شکست که خوردن، بعد توش توضیح دادیم اگر شکست بخورن، چون از نمیدونیم کی پیروز میشه، اگر شکست بخورن دست به آشوب میزنن. بعد اینجا هم گفتیم این بخشی از اون فرموله. خب این اینام یه نمونه های به اصطلاح، حالا بعضی از این نمونه هاست.
شما ببینید از هر طرف که میرید به این نتیجه میرسید. موضوعی نیستش که یک کسی اومده باشه یک نظریه‌ای داده باشه یه تحلیلی کرده باشه، نه، همش مستنده. مثلا آقای ریچارد هاست برای چی باید اینو بگه؟ ببینید قبلش همین ریچارد هاست یه فرمولی داره، فرمول ائتلاف سفید. همون موقع آقای کرباسچی چند ماه قبل از انتخابات، آقای کرباسچی یه مصاحبه‌ای داشت و بعد در اون مصاحبهش گفتش که ما همه اختلافاتمون رو فعلا باید کنار بگذاریم، روی نقطه انتخابات جمع بشیم هممون. ما همون موقع یه نکته یه مطلبی نوشتیم، من خودم یه نکته نوشتم که آقای کرباسچی این معنی خاصی میده، چون من میدونستم تئوری ائتلاف سفید، ائتلاف سفیدی که ریچارد هاست مطرح کرده و ولی اصلش مال رورتیه. بعد ایشون جواب داد، ایشون گفتش که نه اصلا من منظورم اون نیست، منظورم اینه که اختلافات و مثلا سلیقه‌های معمولی رو خب باشه. ببین میگه که توی تئوری ائتلاف سفید تو تمام انقلاب‌های مخملی تو تمام کودتای مخملی عین همینه. این میگه تئوری ائتلاف، میگه هرگاه گروه‌ها بخوان روی چند نقطه ائتلاف کنند یا روی خط ائتلاف کنند، خط هندسی بی‌نهایت نقطه داره، حالا ما میگیم روی چندین نقطه از یک خط بخوان ائتلاف بکنن، هرچه نقاط مورد ائتلاف بیشتر باشد دایره ائتلاف کوچکتر خواهد بود. راست دیگه، یعنی بخوان بنابراین بایستی نقاط ائتلاف رو حتی المقدور کم کرد، حتی به یک نقطه رسون، و اینجا مخصوصا میگم به یک نقطه، نقطه انتخابا. این گونه که باشه همه میتونن جمع بشن. اینا دقیقا همین کارو کردن. این که عرض کردم که گروه هایی که شما این حتی عبدالمالک ریگی، اصلا عبدالمالک ریگی عددی نبود، ولی اینا خودشون کسی نیستن، اینا مثل بشکه رو شما در نظر بگیرین، ولی که ببینید توی این بشکه چیه نیازی به این که درش باز کنید، ولی بعضی وقتی یه نشتی میده، این نشتی اهمیت نداره، اهمیت بنز در بشکه اهمیت نداره، ولی نشون میده که گفت از کوزه همون برون تراوت که درست. مثلا این آقای عبدالملکی ریگی دو بار با وی آی ای مصاحبه کرد و گفت من حاضرم گروگان هام رو آزاد کنم به شرط این که فلانی و فلانی و فلانی آزاد بشن. مثلا این به هر حال از این نمونه ها الا ما شاء الله هست. ببینید فتنه 88 جنگ احزاب بود. اولا فتنه 88 نشون داد که دشمن دستش از اهرم های دیگه خالی. یقین بدونید به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آقا می فرمودن اگر دشمن قدرت نظامی داشت، توان حمله نظامی داشت یا اهرمایی از این دست، به قول از تمام حتی یک لحظه رو فرصت یک لحظه رو از دست نمیدان. به قول آقای دفتر بودن که شما فکر میکنید که مثلا رعایت بعضی از اخلاقیات و از این خبران نیست، اونو اصلا این چیزا رو حالشون نیست. اول نشون دستش خالیه. در سانی شبیه ده جنگ احزاب بود، همه اون جنگ احزاب و جنگ خندقه همه جمع شدن گفتن بابا ما بالاخره با هم اختلاف نظر زیادی داریم، این یکی مال یهود بنی قریظه است، اون یکی مال فلانجاست، این یکی از مشرکین، اون یکی از فلانه، ابی نداره، فعلا با هم اختلاف داریم ولی اختلافمون بذاریم کنار، فعلا از دست این اسلام نوپا راحت بشیم. لذا جنگ احزاب به این دلیل بهش میگن جنگ احزاب دیگه، اومدن با هم. اینجا دقیقاً همین بود و پیروزی ما بر فتنه جدا معجزه گونه. اجازه بدید من یه خاطری از فهمی عبیدی بگم. بفرمایید. ببینین آقای فهمی عبیدی همون نویسنده معروف مصری رو میفرمایید؟ بله نویسنده معروف مصری و صاحب نظرم هست. بله آقای فهمی عبیدی بعد از این ماجرا اومده بود ایران، یعنی بعد از سال 88؟ بله سال 89 بعد از موقع بود، چندین ماه هم از ماجرای نوه دی و اینا گذشته، چندی ماه گذشت بود، نه حتی شاید مثلا به جای 80. نه منظورم این بود که بعد از فتنه بود. بله شاید مثلا 90 بوده اینا، نمیدونم، خیلی بعد بود.
ایشون من بعدش پرسیدم اومد که اون بعضی وقتا که میومد ایران یه سری اونجا میزد و با هم یه گپی میزدیم. شعبه هم زدین شما تو مصری؟ جان؟ یعنی شعبه هم تو مصری؟ نه آقای فرمین ریدی به هر حال همینجوری میاد با هم میشونیم گپ بعضی وقتا میزد هر وقت بیاد. بعد من از ایشون پرسیدم شما چجوری دیدید؟ ببین این عین حرفشه. بعدم هم به نظرم میاد که بعدن توی مصر چون مام که اینو مطرح کردیم به نظرم میاد که اون تو تماسی گرفت منتها نمیدونم به نظرم میاد که گفتش که ما همین موضوع رو اینجا مطرح کردیم. ببینید ایشون میگفتش که گفتم شما چجوری دیدید ماجرا رو؟ گفت واقعیت اینه که وقتی که ما به صحنه نگاه کردیم تردید نداشتیم که فاتحه انقلاب خونده است. حالا فاتحه رو من میگم مثلا تردید نداشتیم که انقلاب حتما از بین رفته است چون میدیدیم همه اومدن. ببینین اوباما اومده، نخست وزیر انگلیس اومده، تونی بلر، خانم مرکل، اصلا آلمان ها معمولا توی خارجی کمتر دخالت میکنن، معلومه یه سری اینا رو جمع کرده. ببینین نتانیاهو با صراحت میگه این حرف نتانیاهو اینه، میگه اصلاح طلبان، این حرفش من دیگه اینجا نمیتونم بگم برخی چون اون داره اینجوری میگه، میگه اصلاح طلبان بزرگترین سرمایه اسرائیل در داخل ایران هستن. شیمون پرس که اون موقع هنوز به اصطلاح به جهنم نرفته بود، شیمون پرس میگه اینا به نمایندگی از ما با جمهوری اسلامی درگیرن. خب آقایون شما اگه یه دونه، اگه یه مثلا بخش داره یه روستایی علیهتون حرف بزنه، روزنامه هاتون و مصاحبه هاتون پر میشه تکذیب میکنه. هیچ کدوم تکذیب نکرده. چرا؟ من نمیگم چرا، اونی که تو ذهنم هست اینه که میگم گزک داره دست اونا. خب بنابراین ببینین میگفت ما دیدیم همه اومدن، گفتیم حتما کارش تمومه و تعجب میکردیم که چرا رهبر شما حضرت آقا تعجب میکردیم که چرا به خواست اینا تن نمیده. میگن انتخاباتو باطل بشه. خب باطل بشه، وقتی باطل شد دو مرتبه انتخابات میشه. گفت وقتی به این ماجرا رسیدیم، به ماجرای نوهده، یالا اون که نوهده نمیگفت به همین، میگفت این برای ما، گفت من با جرأت میگم که این حرکت الگویی بود برای ما و به ما نشان داد که ما هم میتوانیم و بیداری اسلامی تو این کشور از اینجا شکل. پس با توجه به این جمله تاریخ ملاقات شما میشه اواخر سال 90 به بعد، چون مصر بهمن 90 بود دیگه. بله بله، میگه از کردم که درست 90 به بعد بله، حتی شاید 91 91 بله، چون یعنی خود اون به عنوان یک متفکر مصری اون اتفاق نوهدی رو در واقع منشأ اون الگو. بله آخه یه نکته دیگه شاید داری، یعنی خیلی از افرادی که حالا جریان اصلاحات و هر اسم دیگه که براش بخوایم بذاریم، سال 90-91 میگفتن این تحولاتی که تو منطقه داره شکل میگیره نه تنها اسمش بیداری اسلامی نیست، بلکه ریشه این اتفاقات ما هستیم. چرا؟ استدلال میکردن، میگفتن سال 88 در ایران یک مثلا انتخاباتی برگزار شد، ما به عنوان جریان سبز یا اصلاح طلب یا هر چیز دیگری آمدیم کف خیابان در برابر مثلا دیکتاتوری و استبداد شعار دادیم، این شده که الگو برای مردم مثلا مصر و تونس و لیبی و غیره. حالا این که شما میگید در واقع روایتی خلاف از دل خود متفکرین کشورهای عربی از جمله مثلا فهمی عبدی که نام بردید، اینو شما چطور تحلیل میکنید؟ ببینید از دو زاویه بهش نگاه می‌کنم، البته چند زاویه می‌شینم، من دو زاویه به خاطر اینکه مختصر بله وقت کم و دنیام دنیای خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری می‌فرمودن که دنیا دنیای ساندویچه، تا الان ندیدم از ساندویچ اینو گذشته کپسوله. مولای رومی میگه شیر را بچش همین ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. شما بیایید شناسنامه بیداری های اسلامی رو ببینید، سه ویژگی برجسته دارن که حالا حیف من نگم که اینو حضرت آقا مطرح کردن.
حرف آقا برای ما حجت ها، منتها آقا استدلال دارم میگه، من دارم دلیل آقا رو میگه تبیینشون. سه تا ویژگی دارن یک ضد استبداد و استکبارن، دو اسلامی هستن، شعارهای اسلامی دارن، سه مردمی هستن، مربوط به حزب و گروهی هیچی نیست، تو هیچ کدوم از اون حزب و گروه نیست. حتی مورد سوم و اینها میتونه ادعا کنه خب ما بالاخره یه بخشی از مردم بودیم، ولی خب طبیعتا ما اول دوم مثلا نقص میشه. حالا من اونم عرض میکنم، اولا شما ضد استکبار نبودیم، شما روز قدس به نفع اسرائیل شعار دادید، ننگاوره، نمیتونید انکار کنید. اوباما یا با اون اوباما، اصلا حالا میگیم روز قدس رو بریم از اینجا بریم، ببینید شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران برای چی بود؟ اونم چه جونی فدای ایران میکنیم؟ تا دری به تخته میخوره فلنگو میبندی نمیریم، همه تون هم نشونه، تعداد زیادشون الان خارج از کشور الان در اختیار آمریکایی هستن، اسرائیلی ها هستن، توی هلند هستن، توی مؤسسه تیفوس هستن، ببینید رد پاهاشونه که نمیتونن گم کنن و و و. حالا ببینید شما روز قدس شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رو دادید، این شعار یه روز قبلش روی تارنمای وزارت خارجه اسرائیل اومده بود، هم این موجوده هم یکی موجوده، این که قابل شما ضد استکباری. شما روز مبارزه با استکبار 13 آبان همون سال اوباما با اونا یا با ما رو سر دادی، درسته؟ مگه شعار نمیدادی که باید از ما حمایت کنید؟ پس ضد آمریکایی نیستید. اما اسلامیتون، اسلامی هم نیستی، شما ببین اسلام که یک ایدئولوژی، یک مکتب بیدر و پیکر که نیست، برای خودش اصول و قواعدی داره، اصول و قواعد تعریف شده ای داره. ببینین موضوعی نیستی که مثلا در وضو شما دستتون رو بشورید، یا مثلا فرض کنید که مسح بکشید به سرتون یا سرتون رو بشورید، این موضوع نیست. موضوع اسلام خیلی مشخصه، در تمام اونا مشترک بود، بنابراین نمیشه چیز کنید. شما اتفاقا برعکس، شما بهمن 89 اطلاعی که دادید برای چی بود؟ 25 بهمن حمایت از تروریست‌های سوریه بود، درسته؟ ممکنه بگید که ما نمیدونستیم، نه میدونستیم، چون شما نسبت به بقیه هیچ سکوت کردید و حتی حمایت کردید از اون دولت‌ها. نظراتتون هست، اینا که نمیتونید انکار کنید، هم توی سایتاتون گذاشتین، ما حالا به قول شما جوانا شعار 25 بهمن که دیگه شعار اصلا مصقته، میگفتن تونست توانست، چرا ما نتونستیم؟ حالا چرا سوریه؟ و اینکه سوریه جبهه مقاومته، یعنی شما نه فقط از اون طرف نبودی، بعضی انت وانگایی شما از بعضی کشور عربی پول گرفتی. چی یعنی پول گرفت از کشور عربی؟ همین سران فتنه. آخه این ادعا رو بزن حالا شما اگر صریح نمیگی من تکذیبش رو صریح‌تر بگم. آقای سید مرزا خاتمی در یه گفتگوی تکذیب کردن، گفتن که این که میگن برادر بنده یعنی رئیس جمهور دوره اصلاحات رفت از عربستان، اصل دیدار رو تایید کردیشون، گفت بله برادر من با شاه سعودی دیدار داشته قبل از انتخابات، اینو قبول، اما این که میگن پول گرفتن اینا دروغه. خب ایشون با برادرش نبوده، بله آقای ابتهی با برادرش بوده، ایشون مأمور میشه به ملک عبدالله بگه، بعدا هم میگفتن که خب نداد، که حالا من نمیدونم داده یا نداده، ولی شما که خواستی، مهم نیستش که داد یا نداد، مهم اینه که شما خواستی. شما مطمئنی داشت شرط داده؟ بله، سند دارید که میتونه استملا میکنه. شما ببینید آقای نمیدونم، حالا شما احتمالاً اینجا به بعد منتظر واکنش آقای ابتهی هستم دیگه. باشه، شما میگید سند صحبتتون که آقای ابتهی بودن تو اون دوره. بله بله بله
حتی استودیو رو میگم کسی تکذیب نمیکنه، اون بحث اینه که مثلا کمک مالی بشه. بعضی از اون مثلا از ایران میترسیدن، الانش هم میترسن، همین ترس حالا رو اون موقع اینا میدونستن، خیلیشون میدونستن که ماجرا چیه. بیا الان مثلا همین آقای دینسون گراهام، همین هفته قبل، شاید یه هفته هم نشه، سناتور معروف جمهوری خواست، یه نشست تو دوحه، خودش میگه، میگه بعد از اینکه پهباد ما رو ایرانی ها زدن، من با آقای ترامپ گفتم شما چرا اقدامی نمی کنید. این عبارتش اینه، میگه ترامپ به من گفت، میگه به خود من گفت، گفت اگر دست به کاری میزدیم آیت الله انتقام سختی از ما میگرفت. یعنی علمه میتونم دلی این همه عربستان رو مثلا دوشیدن چیکار کردن که حالا خود اون یه مبحث جداگانه. بسیار تشکر میکنم. این بخش اول گفتم اجازه بفرمایید پایان بدیم، یک میان برنامه ببینیم، بعد انشالله سوالات زیادی داریم که در بخش دوم از شما میپرسیم. ساعت 23 است و میرحسین موسوی نشسته خبری دارد. در حالی که هنوز یک ساعتی به پایان وقت رأی‌گیری مانده، او مدعی می شود برنده انتخابات شده است. برای ستاد میرحسین موسوی انتخابات یک برنده بیشتر ندارد. اما اگر میرحسین از صندوق‌ها در نیامد چه؟ عفت مرعشی صبح روز انتخابات تکلیف همه چیز را مشخص می کند. او در مصاحبه‌ای از هواداران موسوی می‌خواهد که اگر تقلب شد، یعنی موسوی رأی نیاورد، به خیابان‌ها بیاید. بالاخره انتخابات پرشور 88 به پایان رسید و نتایج اعلام شد. میرحسین موسوی با اختلاف 11 میلیون رأی انتخابات را باخت. او اما زیر بار شکست نرفت و ادعا کرد تا ابطال انتخابات عقب نشینی نخواهد کرد. راه قانونی بازشماری دوباره صندوق‌های رأی، چیزی که نماینده ستاد موسوی در جلسه با رهبری آن را بیفایده عنوان کرد. عباس آخوندی در آن جلسه اعتراف کرد که اگر 20 بار دیگر صندوق‌ها شمارش شوند، نتیجه انتخابات تغییری نخواهد کرد. او مشکل اصلی را در تأیید صلاحیت محمود احمدی نژاد می‌داند. البته اینکه تقلبی صورت نگرفته را تنها عباس آخوندی به زبان نیاورد. سعید حجاریان، تئوریسین محبوب اصلاح طلبان، در مصاحبه با تسنیم گفته بود ما نمیگوییم تقلب یا حتی تخلف اتفاق افتاده. به نظر من مشکل اصلی تدلیس سیستماتیک است. یعنی 4 سال به مردم سیب زمینی و یارانه و پول یامفت دادند و رأی خریدند. تاج‌زاده در فیلمی که از او و دوستانش منتشر شد صراحتا اعلام میکند بنا به تجربه‌ای که داشته در انتخابات قطعا تقلب نشده. حتی صوتی از محمد خاتمی رهبر جریان اصلاحات نیز منتشر شد که این گزاره را تأیید می‌کند. حالا کسانی که موسوی را به وسط دعوا کشانده بودند او را تنها گذاشتند. همه چیز اما 8 ماه بعد به پایان رسید. درست بعد از آن که موسوی توهین کنندگان به ساحت مقدس سیدالشهدا را امتی خداجونامی، درست پس از 8 ماه آشوب، به آتش کشیده شدن خیمه عزای امام حسین، تخریب اماکن عمومی و بستن خیابان‌های پایتخت. گفتگو می‌کنم با جناب حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در 10 سالگرد حماسه تاریخی 9 مهدی 1388. نظرات و سوالات خودتون رو هم میتونید به شماره 10037 برای ما پیامک بکنید. شماره تلفن 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستش. شاید مداری در ادامه بحث من میخوام یه نکته رو مطرح کنم، نظر شما در این باره بدونم. اون همین که ادعا میشه به طور خاص هم جریان انقلابی و افرادی همچون شما و رسانه‌هایی که بالاخره همسو با شما هستن ادعا مطرح میکنن که اتفاقات سال 88 زمینه‌ساز تحریم‌های فلج کننده علیه ایران بوده.
یک نقدی وارده به این حرف، اونم این که مگر ما سال 88 تحریم شدیم اولین بار؟ ما از سال 58 تحریم شدیم. بله. یعنی 30 سال قبل از اون تحریم شدیم و به نظر میسه ساده انگاری اگر از اواخر 57، حالا دیگه شما یه سالم میگید حتی زودتر، یعنی به نظر میسه که این ساده انگاری است که ما بیایم بگیم نبرد ایران و امریکا مثلا در سال 88 شروع شد که ما تحریم بشیم. بالاخره تحریم‌های داماتو بوده قبلش، تحریم‌های مثلا مختلفی در دولت‌های دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه بوده و چرا این جور جاها تحریم‌ها رو می‌ذارین گردن رقبای سیاسی خودتون؟ یک سوال هستش، حالا شما اگر نکته دارین بفرمایید. ببینید، در این که تحریم‌ها از اوام اون سال‌های اول انقلاب انقلاب اسلامی علیه ما شروع شد، در این تردیدی نیست. حتی مثلا یا حتی در دوران جنگ به ما سیم و خاردار هم نمیدادن دیگه که بمونه. حالا بماند از این که اون موقع به ما میگفتن، به همه میگفتن به اینا اصلا ندید، حالا به ما میگم به دیگران مشک ندید. والا این ورق برگشتی که خب از الطاف خودست، ولی ببینید درست تحریم ها از اون موقع بوده، ولی تحریم های بعد از فتنه 88 انتقام دشمن از مردم ایران برای نهدهی. یه حرف بده که مردم میگن پس ما چه کار بده که نهدهی اومدیم که نه که بعدش تحریم هم بشه. نه الان عرض میکنم، شما وقتی که حماسه خلق میکنید دستاوردهای زیادی براتون داره، در این حال ممکنه مشکلاتی هم باشه، یعنی اینا رو باید دوتایی رو کنار هم گذاشت. حالا من عرض میکنم، ببینید تحریم قطعنامه 1929 دقیقا در سالگرد فتنه، در سالگرد انتقاب 88 ساده شد. یعنی درست، بله، 20 یا 21 خرداد، این نزدیک خرداد 89. اون موقع خانم کلینتون، هیلاری کلینتون وزیر خارجه است، وزیر خارجه آمریکا است. خبرنگار واشنگتن پست ازش میپرسه، چون ببینید 1929 رو میگن مادر تحریم هاست، تحریم ها عمدتا از اونجا شروع میشه، یعنی بر اساس اون. خبرنگار واشنگتن پست به خانم هیلاری کلینتون میگه که خب این تحریم هایی که الان شما وضع کردید، این قطعنامه علیه مردم ایرانه، نه علیه مثلا دولت و نظام ایران. ببینید جواب هیلاری کلینتون اینه، یه به هر حال اونان که بایستی به نظامشون فشار بیارن. خب آقای خانا، یکی از چیزایی من، ایشون جان خانا، ایشون توی یک نشستی توی یک مصاحبه با لس آنجلس تایمز میگه که از درون ایران از ما خواستن که تحریم های فلج کننده ایران. خب شما قرینه هم دارید که این افراد کیا بودن؟ ببینید اسم نمیخوام ببرم، مثلا ببینید یه مکالمه تلفنی پخش شده، کسی هم این کار نکرده، یکی از همین اصحاب فتنه، از فتنه گزین آدم های فتنه که از قضا به سلام حالا آقازاده هم هست، مثلا هم فرض کنه ایشون داره با شخصی در خارج از کشور مکالمه میکنه، مکالمهش رو اون پخش کرده و بهش میگه که شما برید دنبال این که ببینید که چه نوع آیا میتونیم تحریم هایی اعمال بشه علیه ما. بعضی از نظرات دیگه هم هستش که من فعلا ازش فاکتور میگیرم، ولی اساساً تحریم ها، اصلا اینا زمینه تحریم رو فراهم کردن و علت دوام فقط هم اونا نبودن. شما همین الان هم رد پاها رو میبینید نمیبینید؟ مثلا تو همین آشوب های اخیر بگید که ما بیشتر مثلا ببینید، مثلا تو همین آشوب های اخیر من یه سوال دارم از بعضی از اینا، از یه جریان خاص، که آقای شما به ما بگید کدام موضع و عملکرد شما با دشمن فرق میکنه و کدام موضع و عملکرد شما علیه مردم تونیکس. آقای 77 که میایین
اون نامه کذایی رو میدید، اون بیانیه رو میدید. ولی هفته هفته این بیانیه رو دید، یکیشون هم هستش که خیلی میگفتش که میگه که بله من مسئولیت چه بخواده میگه، اصلا به اون ربطی نداره، اصلا به اون ربطی اون رو میگن. دو نفر دعوا کردن، پلیس داشت میبردشون، یکی اومد گفتش که آقا ما رو کجا میبری؟ ما به تو کاری نداره، تو بازی تو بکن، کار تو بکن. اون هفته هفته این بیانیه بیرون اومده بود. شما هفته ده هفته چرا دارین از عشق و از آشوبگر حمایت میکنین؟ خب چرا تحریم ها رو به یک نوع حق ما میدونین؟ البته تو نامه بیانیه اینا نیست، به یک نوع حق ما میدونین. من میخواست کنم این رد پاها، این رد رد ها حالا هم هست، و اما این که ما چگونه با این تحریم ها برخورد کردیم، خب این دیگه کوتاهی‌های زیادی شده، در این شکی نیست. بسیار خوب. یه اتفاقی که افتاده اینه که انگار آشوب‌های در ایران قابل پیش‌بینی شده. یعنی یه موقعی بود سال 78 در جریان کوی دانشگاه یه سری اتفاقاتی افتاد، بعدش که سال 88 توی ابعاد گسترده‌تری این بار به بهانه انتخابات مثلا اون فتنه رخ داد، خیلی گفتن که خب این صرفا یک تشابهه، وای می‌سنیم 98 هم اتفاق می‌افته یا نه. 98 این اتفاق افتاد، دیگه الان همه اجماع دارن میگن 1408 هم مثلا باید آماده باشیم شاید یه اتفاقی بیفته. انگار این 10 سال یک بار، حالا نمیدونم، یک سنتی شده در نارامی ها، یک برنامه ریزی. چون خاطرم هستش رهبر انقلاب هم فکر میکنم سال 95 یا 96 در حرم امام یه اشاره کردن، گفتن که به طور خاص سال 88 قطعا ریشه خارجی داشت و از 10 سال قبلش هم اینها اومده بودن، یعنی از همون 78 برای 88 بله. برنامه‌ریزی کردن. شما این تحلیل رو قبول دارید؟ یعنی این 78 88 98 اتفاقی عدد اینقدر قشنگ روند داره در میاد یا نه واقعا؟ حالا ببینین مثلا مثال بزنم باشه ببخشید، مثلا خیلی میگن آقا اگر دولت ما خودش صبح جمعه نمیدونست که قرار بنزین اون اتفاق واسش میفته و یک تدبیری میکنه، خب 98 یه اتفاق نمیفته. اینو گردن خارجی نندازید، این تقصیر خود ماست که مثلا یهو یه شبه میخوایم مثلا قیمت بنزین رو چند برابر بکنیم، بعد آخرش هم که یه اتفاقاتی میفته حالا در هم دیگه قاطی، حالا یه ده واقعا اعتراض به حق دارن، یه ده میخوان از فرصت سوء استفاده بکنن، این دیگه همش به اسم مثلا آمریکا و اسرائیل تموم میشه. اینو میخوام ببینم چطور شما تحلیل میکنید. ببینید در این شکی نیستش که بعضی از اقدامات ما، اقدامات خطای ما و یا بی‌توجهی‌های ما باعث میشه که مردم عصبانی بشن، در این شکی نیست. ولی ببینید وقتی که شروع شد، از همون زمان آینه، از چند ساعت بعد از آغاز معلوم شد که اینا مردم نیستن. نه اینکه مردم توشون نباشن ها، اونایی که دست به این کارو میزنن مردم نیستن. جریان اصلی رو بله شد. مثلا فرض کنید که مردم که بالاخره مردم فهیمی هن، مردم واقعا مردم فهیم و با فرهنگی هن و بصیرت دارن. مردم مثلا با میفتن پمپ بنزین آتیش میزنن، مردم آدم میکشن، مردم طرف رو مثلا موتور سواره رو نگه میدارن موتورش آتیش میزنن. خب اینا که کار اینا نیست، وقتا دقیقا محاسبه شده. به همین دلیل هم بود که وقتی که از تو آقا فرمودن که مردم صفشون رو از آشوبگر رو جدا کنن، واقعا جدا کردن و فتنم خیلی زود خاموش شد. و این برمیگرد حالا به عوامل مختلف، از جمله هم بصیرت مردم و هم اینکه اینجا ایران جای، یعنی مثلا همین توی لبنان ادامه پیدا کرد، توی عراق الان به نقاط نسبتا حساس و خطیری رسید، حالا من نمیگم خطرناک، ولی به نقاط حساس و خطیر رسید. اما یه نکاتی هم نباید فراموش کرد. ببینید وقتی که شما به مردم بی‌توجهی میکنید، خب مردم ناراحت میشن دیگه، مردم حق خودشون میدن که بهشون توجه بشه. بعضی هم هستن که اگر میومدن میگن باید میومدن توضیح میدادن، واقعا همینه، باید میومدن برای مردم توضیح میدادن. چون ببینید ما الان، خب شما بهتر میدونید، ما مثلا 69 میلیارد دلار یارانه انرژی میدیم، نه فقط سوخت، بس که 80 میلیون جمعیت داریم،
چین 44 میلیارد میده با 1.5 میلیارد جمعیت. من نمیخوام این دوتا رو با هم مقایسه بکنم، ما تفاوتهای زیادی داریم، ولی اینا رو میشد برای مردم توضیح داد. البته من معتقدم بعضی از آقایون اگر میبدن توضیح میدادن مردم باور نمیکردن، از بس دروغ گفتن، یعنی از بس وعده دادن و وعده رو عملی نکردن، از بس خلاف واقع حرف زدن حرفشون مردم قبول نمیکردن. ولی از میان همونا، از میان همون دولت مردان اگه بعضی میمدن چرا میپذیرفتن، توضیحاتی میدادن. در واقع این، بنابراین من در مورد فرمایش شما، سوال شما، باید عرض کنم که بله، ابتدای عده از مردم هم بودن، ولی خب خیلی زود صفشون رو جدا کردن و اینایی که باقی موندن، اینایی که باقی موندن خب همین الان مثل این که بعضی از اعترافات و ایناشون هم مطرح شده که من رو نهیده، بعضیشون خود صدا و سیما مطرح کرده. و ببینید خود اینا رد پای بیرونیشون هست دیگه، رد پای بیرونیشون هست، یه دفعه همه بسیج شدن، منتها نتونستن مثل واجبه 88، واجبه 88 یه شکل خاصه، اما این شکلش 88 و 78 و 98 و اینو مثلا فرض کنید جنگ 33 روزه بود، بعدش 22 روزه پیروز شدن، بعدش 11 روزه بود، بعدش 11 روزه بود که بله، بعد از 11 روزه بود 00 روزه میشد که حالا یه نکته هم این الان به ذهنم رسید. ببینید آقای شریعت مدار، فتنه سال 88 عملا 8 ماه طول کشید، یعنی از 22 خرداد تا 22 بهمن به نوعی کشور درگیر شد، هرچند بله. نوح دی به معنی واقعی کلمه یک پارچ آب سرد بود بر اون آتش، ولی بله. بالاخره 8 ماه کشور متحد بله. بود. اتفاقاتی که سال 96 دی ماه افتاد و همین آبان امسال افتاد که جفتش هم در واقع اون جرقه اولیش بحث معیشتی بود، خیلی زود تموم شد. یک تحلیل اینه که سال 88 طول کشید چون که یک بخشی از جریان سیاسی کشور به اسم اصلاحات بالاخره پایکار اون قضیه بود، یعنی بیانیه میداد، تشویق میکرد، دفاع میکرد و پشت سر کار بود. اما سال 96 و 98 این اتفاق نیفتاد، یعنی به طور خاص سال 96 من یادم بیانیه مجمع روحانی مبارز، شما اگه میخوندید پایینش مجمع روحانی رو حذف میکردید، زیرش مثلا مینوشید جبهه پایداری، مثلا جمعیت رهبویان، مثلا هیچ فرقی نمیکرد، کاملا محکوم شده اون نارامی ها، این که مثلا ما باید در درون جمهوری اسلامی حالا این سری اصلاحاتی انجام بدیم، اینا محکومه. و سال 98 هم اگر همین بیانیه 77 نفر رو فاکتور بگیریم، بالاخره هیچ کدوم از جریان‌های شناسنامه دار اصلاح طلب نیومدن بخوان میونداری بکنن یا بگن که مثلا ما سر و رهبر این جریان هستیم. شما این تئوری رو قبول دارید یا نه؟ میگید طول نکشید چون که بالاخره نظام هم فهمیده چطوری بعد از تجربه سال 88 باید غلبه بکنه به این بحران. شما هم یه تحلیل دیگه حلی. نظر شما چیه در این باره؟ ببین من از قسمت آخر فرمایش شما بهش بپرسم. این حرکات اخیر یه فرمول جداگانه داره، معمولا بهش میگن جنبش بی سر من. و یکی از نقاطش، نقاط تعریف شده توی این فرمول، کنار رفتن یا استعفا یا برکناری رئیس قوه مجریه است. برای که بعد از اون دیگه، این که مثلا توی عراق یه دیدگاه این بود که حالا عادل عبدالمهدی هم رفت بلافاصله مثلا نخست‌وزیر نه دیگه نمیذارم، چرا رفتن اونه. پس یعنی میگید این اتفاقاتی که افتاد، یه نشریه اصلاح طلب اومد استعفای روحانی رو تیتر کرد، تیتر یک کرد و تو خود اصلاح طلبا گفتن روحانی برود استعفا بده. عجیب اینه که اینا همه تو اون پازل دیگه. بله ایرانو مثل عراق کنه. ببینید چرا توی لبنان صد حریری اومد کنار، حالا تو با یه توته اومد کنار، الان هی میخواد، الان هنوز به حال شما در جریان هستید. توی عراق آقای عادل عبدالمهدی، عادل عبدالمهدی به هر حال با یه ساده اندیشی رفت کنه، نه خودش، و او یه تلقی بود و خاص به صدا چیز کنه وگرنه این که خیانت بکنه یا مثلا فرض کنید مراجع، خب واقعا مراجع همراهی میکردن، این با اون فرق میکنه، ما از زمین تاسم مطفق بید. یه دفعه اینه که اینجا سینه چاک بودن برای آقای روحانی و هر انتقادی رو، هیچ انتقادی رو بر نمیتافتن، یه دفعه اینا شروع کردن گفتن که باید آقای روحانی استعفا بده. چرا حالا؟ ببین رضا خان
رضا خان بهش میاد اهل جمهوری باشه. رضا خان یه دفعه شروع کرد وقتی که نخست وزیر شد و به قول اون موقع وزیر الوزرا شد، صدر اعظم مثلا ایران شد، یه دفعه اومد مطرح گفتش که بهتره که ما حکومت جمهوری کنیم. بعد شما میبینید تمام اونایی که ازش حمایت میکنن توی مجلس اون موقع مثلا تدیون غیر و اینا، تمام همین آمریکایی و انگلیسا، تمام وابستگان انگلیس، حتی آمریکا خیلی چیز نبود، بیشتر وابستگان انگلیس در روی نوچه های آیرون ساد اینا هستن. تعجب میکنید بعضی میگن به خاطر اینکه میخواست سلطنت قاجار رو ختم بکنه. خب این که کرد بعدش، اصلا اینو بعدن کرد دیگه. یا آقای فروغی، محمد علی فروغی، ایشون رو به آیرون ساد، به جای ما به آیرون ساد معرفی کرد و رفت. خودش هم رفت تو فلسطین. خب اینو چه نتیجه میخواید بگید؟ آره ببینید، بحث امروز، آره ببینید، من میخوام عرض بکنم این حرکت، این مثلا رضا خان دنبال جمهوری نیست. باید ببینید علتش چیه. ببینید بعدن معلوم میشه اینا دنبال این بودن که اصل تراز در قانون اساسی سابق، قانون اساسی مشروطه، که افرادی مثل شیخ فضل‌الله نوری با پاش خونشون رو دادن شهید شدن، اصل تراز میگفت برای اینکه قوانین نظام اسلامی باشه واسه 5 تا مجتهد جامع شرایط بر اون نظارت. این باید برداشته میشد. برداشتن این فقط با تغییر نظام ممکنه. الان ببینید، الان بحث برسه این که چی شده شما دقیقاً همون خط رو دنبال میکنید که دشمن دنبال شد. حالا شما بگید که ما نمیگیم که شما وابستید، نه نمیگیم، مشکوکه کارتون دیگه، چون از شما بعیده. شما این حداقل قضاوت قطعا نکنیم در ظاهر این مدل که رئیس جمهور ما بخواد استعفا بده و در واقع با فشار کنار بره، تکرار مدل لبنان و عراقه. یعنی یه خلای قدرت به وجود بیاد و بعد وضع بدتر بشه که بهتر نشه. درست برداشت کردم؟ حتی بیرونی هم اونایی که دنبال حمایت بودن، اونام همینو میگن، اونام دنبال این بودن، اونام به اصطلاح یه خط به اصطلاح مشترک رو دنبال کردن. میان برنامه آخر اونام ببینیم و انشالله گفتگو رو ادامه بدیم. خدمت شما. بر کسی پوشیده نیست که سالهاست ایران به دلایل مختلف همواره مورد تحریم و تهدید قرار گرفته و به جرأت میتوان ادعا کرد که اگر پشتیبانی گسترده مردمی نبود، شاید فشارهای خارجی نتایج متفاوتی را تا به حال رقم زده بود. در این میان در طول سالهای 84 تا 87 جمهوری اسلامی ایران توانسته بود علی‌رغم تحریم‌های هدفمند آمریکا علیه برنامه هسته‌ای، تعداد سانتریفیوژهای خود را از 164 به حدود 8000 دستگاه افزایش دهد و این مهم در نگاه استراتژیست‌های آمریکایی به معنای ناکارآمدی اهرم تحریم تلقی می‌شد. از سوی دیگر آسیب‌پذیری آمریکایی‌ها در عراق و نقش‌آفرینی و نفوذ ایران در آن کشور آمریکا را وادار به پیش گرفتن رویکرد تعاملی کرد و حتی پیش شرط تعلیق غنی‌سازی هسته‌ای را از روی میز مذاکره آمریکایی‌ها خارج کرد. درست در همین زمان وقایعی رخ داد تا آمریکای ناامید از تغییر رفتار جمهوری اسلامی در قبال پرونده هسته‌ای فرصتی تکرار نشدنی برای اعمال تحریم‌های مجدد به دست آورد. ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 1388 و لشکرکشی خیابانی برای مدتی فرصت مناسبی را برای اعمال فشار بر کشور به دست غربی‌ها داد و تصور دولت مردان آمریکایی از فضای منسجم داخلی خیلی سریع تغییر کرد. اما دروغ تقلب نمی‌توانست برای طولانی مدت باورپذیر باشد. جریان عمومی کشور در 9 دی ماه مسیر خود را از اغتشاشات جدا کرد. حالا زنده نگاه داشتن آتش ناآرامی و بی‌ثباتی نیاز به محرک اقتصادی داشت. در صورتی که پیش از این آمریکایی‌ها امکان اعمال تحریم‌هایی که معیشت مردم را هدف قرار می‌داد نداشتند، حالا با وجود شکاف داخلی کل نظام سیاسی مسئول تضعیف معیشت مردم معرفی می‌شد و درست همین تغییر محاسباتی نزد مقامات آمریکایی منجر به اعمال سنگین‌ترین تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه بانک مرکزی و فروش نفت ایران شد. در همین رابطه معاون وقت وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید مهم‌ترین اتفاقی که رخ داده این است که آمریکا تصور می‌کند تحریم‌ها با اوضاع سیاسی آشفته ایران ترکیب خواهد شد
و این چیزی است که آمریکا به آن امید بسته است. از آن بدتر آن که شواهد حاکی از آن است که در تجویز مؤثر واقع شدن تحریم ها افرادی منتسب به سران فتنه نقش ایفا کردند. از جمله آن که روزنامه والستریت جورنال در نوامبر 2009 می نویسد حضور محسن مخملباف به عنوان سخنگوی میرحسین موسوی در آمریکا و درخواست او برای اعمال تحریم علیه ایران به برخی اختلاف نظرها در خصوص مفید بودن یا نبودن تحریم ها خاتمه داد. درست در همین مدت کوتاه حدود 600 فرد، بانک و نهاد ایرانی تحریم شدند و دولت برای اداره کشور با تنگناهای بسیاری مواجه شد. حال که یک دهه از وقایع سال 88 گذشته است، آیا وقت آن نیست تا سران فتنه از خود سوال کنند جاه طلبی شخصی و جناحیشان به قیمت تضعیف معیشت چه تعداد از هموطنانمان صورت گرفته است؟ گفتگو می‌کنم با آقای حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان. خوشحال می‌شم. من پیامک‌هایی رو که برام فرستادن همکارانم نگاه می‌کردم، خب خیلی تشکر کردن، خیلی هم سوال پرسیدن و به عنوان نمونه یک سوال اگه بخوام خدمتتون بپرسم، مصطفی از مسجد سلیمان پرسیده با عرض سلام، چرا سران فتنه که این مصائب رو بر یک کشور تحمیل کردند محاکمه نمی‌شوند و بعد از 10 سال همیشه ما باید منتظر روزی باشیم که آنها به حق خود برسند؟ من نمیدونم چرا. تحلیلتون رو بگین. حالا طبیعتاً شما رو که اون دستگاه قضایی ازتون نپرسیدن. اولا که از به صلاح وجنات و چه بیرونه، یه نوع رافت اسلامیه در حق اینا اعمال شده، وگرنه کار اینا از نوع بقیه. اما اینکه چرا محاکمه نمیشن نمیدونم، حتما مصالحی میبینن که نمیشن. من فکر نمی کنم که محاکمه نشدنشون مثلا حالا یه طرف قضیه باشه، طرف متضادشون باشه، نه چیز خاصی نیست. به نظر من همین حالا هم روشنگری های زیادی داره. میبینی همین اخیرا دو تا از این سران فتنه از آشوبگرا حمایت کردن. یعنی اما اینکه چرا محاکمه نمیشم نمیشن و همه یه مردم میپرسن خب چرا رفعت اسلامی باید در حق اینها اعمال بشه؟ خب عرض کردم که منم این سوال رو همه میپرسن و پاسخ این استش که یه نوع رفعت اسلامی مسئله است، دیگه نمیدونم چیه. از معدود دفعاتیه که آیا شاید نمیدونم، شما میگید من نمیدونم، شما معمولا میدانید ولی نه آخه ببینید دادم در باید به اون چی که میدونه بگه دیگه، اونایی که نمیدونیم. بسیار خب، حالا من سوالات دیگه هم بپرسم خدمتون. علی از جرمشون بسیار سنگینه ها، بسیار سنگینه. اولا قاتلن، نه در این که کسی فکر نمی‌کنه وطن فروشه. من معتقدم بقیه اصلاح طلب و اونایی که توی جریان بودن همشون وطن فروشی کردن و هیچ جای دنیا وطن فروش رو رها نمی‌کنه. چه بگید چه بهشون، بعضیشون پستم بدن، الان بعضیشون سر کار هستن و پست هم دارن دیگه. حالا میگن کفش دوز دیگه کسی پیش نماز نمیکنه، ولی خب هست. حالا این که گفتید من یه سوالی بزنم، رسید الان گفتید بعضی ها در حالا پست دارن، کابینه فعلی به نظر میرسه شباهت زیادی داره با در واقع ستاد انتخاباتی های میرحسین موسوی. حالا اگه من بخوام نام ببرم حداقل 7-8 نفر از ببینید وزرا هستش که بله هر چقدر مشترکن، یعنی الان بعضی از وزرای کلیدی فعلی افرادی هستن که سال 88 در ستاد در واقع نامزد اصلاح طلبان بودن. این یک سؤاله که آیا اون موقع هم برفرض در صورت پیروزی در انتخابات قرار بود کشور رو همینطوری اداره بکنن یا نه؟ ببینید واقعیت این هستش که فتنه 88 برای این نبود که اینا در انتخابات پیروز بشن. اصلا فتنه 88 هدف دیگه ای داشت، اون براندازی بود که خب نتونستن. ولی از نوع آدم ها میشه شناخت. مثلا اونایی که توی ستاد آقای موسوی بودن، من نمیخوام در موردشون قضاوت خاصی بکنم، اما
اونایی که ما بنزه کافیان 50 فقره شکایت داریم ای بیام نداره الان بخوام نمیخوام قضاوت کنم حالا من به قول شما حالا من نمیخوام قضاوت آنچنانی بکنم ولی به عنوان مثال مثلا ببینید آقای زنگنه، آقای ربیعی، آقای نجفی، آقای نوبخت، خانم ابتکار، آقای آخوندی، اینا هم تو کابینه چیز بودن، اینا هم توی ستاد به نسبت به اون چی که اتفاق افتاد هم نه ابراز ندامت کردن و نه رفعی جبران بر اومدن. ببینید برای شما تعجب آور نیست که وزیر مسکن جمهوری اسلامی، وزیر مسکن جمهوری اسلامی وقتی که میره کنار، اونا تازه میره کنار، وقتی میره کنار میگه از افتخارات من این است که حتی یک مسکن نساختم. پس برای چی وزیر مسکن بوده؟ یعنی کار چی بود؟ همین پیروز وزیر مسکن مغولستان، حتما شما داره دیگه، وزیر مسکن مغولستان قول داده بود که ظرف یک سال 100,000 مسکن بساز و تحویل بده، سر یک سال 70,000 ساخته بود. دیدید دیگه، خودشو آتیش زد، گفت اگه من نساختم جلوی دوربین تلویزیون خودم آتیش میزنم. حالا خودش هم آتیش زد، ما که نمیگیم آتیش بزنین، ولی آقا اینجا چی کار میکنی؟ ملت رو آتیش نزنی، شما ملت رو دارین آتیش نزنی. آقا واسه چی تو که میگی افتخارم اینه که حتی یه مسکن نسودم، واسه چی وزیر مسکن بودی؟ حالا اگه فرض کنید که میخواستن آتش بزنن که اصلا نمیگیم، چون اصلا ما مگه میلیون ها ماشین آتش نشانی میخواست. حالا من چون اسم آوردم شاید من از آخوندی، اینو خطاب به خدای آخوندی عرض میکنم که آیا آخوندی ما پذیرای شما در این برنامه هستیم. اگه خاطرتون باشه خود بنده از شما دعوت کردم، گفتم تشریف بیارید برنامه زنده است، قبول نکردید، گفتید صدا سیما حرفا یه طرفه پخش میکنه، گفتم شما یه طرفه بیان پاسخ بدید اشکال نداره. همچنان ما اگر حضرت عالی آمادگی حضور در این برنامه داشته باشید تشریف بیارین، از عملکردتون دفاع بکنید. و وزرای دیگه که نام بردن آقای شریعت مداری، حالا آقای زنگنه، خانم ابتکار، آقای ربیعی، آقای نوبخت و افراد دیگری که اسمشون اومده، ما این حق رو قانونا و شرعا برای شما مجاز میتونیم که در این برنامه تشریف بیارین، قدمتون رو چشم پاسخگوی عملکرد خودتون باشید. خب پس من اینم اضافه بکنم، این نکته رو اضافه بکنم که اولا که خب من عرض کردم که اینا تو ستاد آقای موسوی بودن من، و بعدش هم نسبت به اقداماتی که ایشون کرد خب واکنشی نشون ندادن. حتی در اهانت به حضرت ابا عبدالله علیه السلام آقای موسوی گفت اینا مردم خداجوی بودن، مردمان خداجوی بودن. خب یه چیزی میگفتین، یه نفری از این وزرانه ها، یکی از حالا شخصی دیگری شاید نخواد بسیاره، این میگفتش که من میخواستم موضع بگیرم ولی دیدم که این بلاز سیاسی کار خوبی نیست. یعنی آقا برای حیثیت گروه سیاسی، جریان سیاسی کار خوبی نیست. یعنی آقا حضرت از با عبدالله الحسین علیه السلام، یعنی شما شخصیت برجسته تر از اونه، احترامت واجب تر از اونه، یعنی اینا باید بیان جواب بدن. بسیار، ما سوالاتون زیاده، وقتمون کم. من سوال بینندگان رو بپرسم، پرسیدن به نظر شما نسبت دولت فعلی با جریان اصلاحات در شرایط حاضر چیست؟ چون بعد از حمایت‌های پررنگ جریان اصلاحات از دولت آقای روحانی به نظر می‌رسد که خود اصلاح طلبان طلایه‌دار عبور از دولت فعلی شدند. علی از کیانشهر. باید گفت و تو این زمینه دیگه مثنوی 70 من کاغذ شدم. فقط خیلی سریع بگید که من سوال دیگر هم بپرسم خدمتتون. آقایون اصلاح طلب، مدعیان اصلاحات هم مخصوصا، ببینید اینا در حمایت از دولت آقای روحانی سنگ تمام گذاشتن. عرض کردم اینا چون مستنده، مکتوبه، مضبوطه، قابل انکار و چی میگین مفلیبه، یعنی با فیلم اومده از این اجزا نمیشه ساخت، چون اینا همش هست کسی نمیتونه انکار کنه. آقایون میگفتن، حتی تا اونجایی که میگفتن دولت آقای روحانی رحم اجاره ماست. خب و آقایون توی دولت آقای روحانی تقریبا همه کاره بودن. آقای روحانی هم در حمایت از اونا البته سنگ تمام گذاشت، کم نذاشت. حالا الان اومدن اون طرف قضیه، حالا که این کارا رو این به اصطلاح
مخصوصا بلای اقتصادی رو نه. مشکلات اقتصادی رو برای مردم آفریدن و میدونن هیچ پاسخی ندارن، حالا که موقع پاسخ گویه اومدن این طرف جوب وایستادن علیه کاری که خودشون کردن شعار میدن. ببینید در جریان جنگ جمل طلحه و زبیر چی میخواستن از حضرت امیر علیه السلام؟ حرف اونا این بود که میگفتن ما به خونخواهی عثمان اومدیم. بابا عثمان رو خود شما کشتین. حضرت امیر علیه السلام که حضرت امام حسین و امام حسن علیه السلام رو فرستاد، آب بردن، غذا بردن که ایشون در محاصره نباشه، وایستادن جانشون رو به خطر انداختن در مقابل مهاجمین دفاع کردن. خلیفه سوم رو خود شما کشتین، بعد حالا خودتون کشتین و حضرت بفرماد یطلبونه حقا هم ترکو، حقی رو اینا میخوان که خودشون ترک کردن، و دمن هم صفقو، و دمی و خونی رو مطالبه میکنن که خودشون ریختن. آقا شما خودتون این کار رو کردین، حالا وایسین پاسخ بدین، چرا فرار میکنین؟ من معتقدم که اینا اگر مشکلاتی که ایجاد کردن باید بعضیشم مردم باید حواسشون جمع باشه. ببینید از قول حافظ بگم، گفت آهوی خوش خرام کجا می روی؟ بمان غره مشو که گربه زاهد نماز کرد. الان تو انتخابات واقعا یکی از اینه که آدمو بشناسن. آدم مومن میگن از این اصولا دوبار گزیده نمیشه. بابا 10 بار 20 بار 30 بار دیگه 31 بار شما چی کار کردیم؟ همین آقایونی که توی اون کابیده بودن و اینطور بودن چیکار کردن؟ چقدر وعده دادن؟ هیچ کدومش عمل نکردن. بسیار خوب. یه نکته که چه اتهاماتی زدن؟ اگر ما نیایم، حالا من نمیگم اگر اون یکی بیاد، اگر ما نیایم دلار میشه 5000 تومان، شد 13000 تومان. پراید میشه 50 میلیون تومان. الان مثل که نمیدونم 55 میلیون. الان 55 میلیونه. بابا خیلی کاری که نگردید. وقت الان ببینید حالا میگن ما این شعارها رو، این وعده ها رو در دوران صلح دادیم، الان شرایط جنگه. این عین جمله است که آقای روحانی امروز گفت. بلد. گفتش که خیلی ها میپرسن چرا دولت به وعده خودش عمل نمیکنه. پاسخ ما اینه که ما اون وعده هایی که دادیم و پاش وایستادیم، ولی خب تو دوران صلح وعده داده بودیم، الان دوران جنگه و دیگه عملا نمیشه اون وعده رو اجرا کرد. ببینید اولا که خود برجام زمینه ساز جنگ بوده، زمینه ساز برای حمله، یعنی منظورم نه فشار جنگ اقتصادی. جنگ اقتصادی از کی شروع شد؟ آقای روحانی هم که فرمودید امروز فرمودن که بله ما 96 قول دادیم، 96 قول دادیم و بعد دیگه 98 اینطوری شد. نه آقا، شما قولاتون قبلا بوده. تا اونجا که ما شمارش کردیم بیش از 200 خورده قول وعده برزمین مانده شما دارید، همش مال قبل. آقای سیف چه روز چه موقع گفتن که برجام، دستاوردهای برجام تقریبا هیچه؟ فروردین 95. 95 95 که از 96 نیستش. اجرای برجام 4 ماه گذشته بود. 4 ماه گذشته. پس اون نیست. تحریم های کاتسا و آیسا مال کیه؟ 96 مرداد 96. این برجامی که شما میگین چی داشته؟ حداقل یکی از فوایدش بگید. خب یه سواله دیگه، چون تا الان میگن سایه جنگو دور کرده، الان میگن رفتیم تو جنگ. میگم یه سواله دیگه. این اصلا ببینید بنابر این یه سوال دیگه اینجا مطرحه. شما اومده بودی سایه جنگو دور کنی دیگه. خب بعدش هم از همه اینا که بگذریم، فقط من میخوام این یه تیکه رو بگم. وقتی که آقای سیف گفتش که ما گفت برجام چیزی نداره، خب بهش حمله کردن. آقای روحانی فرمودن که این سوالا رو باید از آقای صالحی کرد، نه از شما. بعد آقای صالحی هم 2-3 ماه بعد همین حرف رو زد. بعد آقای روحانی گفتش که اینا رو باید از آقای ظریف سوال کرد. آقای ظریف هم همین رو گفت. یه نمایشنامه بود، یه برنامه بود تو تلویزیون، خدا رحمت کنه مرحوم نوذری داشت، از کی بپرسم؟
از این میپرسی به اون یکی، از اون میپرسی تو ذهن من بود نمیخواستم، از این میپرسی به اون یکی. ببینید بنابراین این و این مباحث مباحث کهنه‌ایه، قول و وعده هایی دادین عمل نشردین، حداقل برگردین. ما 3 دقیقه وقت داریم، من سوال آخر رو هم بپرسم. بله. بس FATF رو شما چطور ارزیابی میکنیم؟ الان بالاخره بحث های کارشناسی زیاد داره باشه انجام شده تو مجمع تشخیص، مجمع تشخیص هم 3 طیف هستن، موافق، مخالف و بی نظر. حالا که مشخص است این طیف بی نظر هم برای چی بی نظر هم نسبت به این مسئله؟ من معتقدم پذیرش FATF یعنی خودکشی از ترس مرگ، برایش هم دلیل هستش. خیلی خلاصه میفهمید. ببینید مثلا فرض کنید 2 لایه اصلی که الان مونده الان تو مجمع مطرحه، یکی پالرمو هست، یکی هم CFT هست. CFT مقابله با پولشویی، معذرت میخوام، CFT مقابله با تامین مالی توریسم. خب آقایون میگن که ببینید سوال ما اصلا یه سوال کوتاهه، یه سوال خیلی عادی. آقا شما فکر میکنید یعنی اگر اینو بپذیریم چه اتفاقی میفته؟ آقای ظریف وقتی که این توی مجلس تصویب شد با صراحت گفت، گفت نه من و نه آقای رئیس جمهور هیچ کدام نمیتوانیم تضمین نمیدهیم که مشکلات ما با این حل بشه، اما یکی از بهانه های آمریکا گرفته میشه. اصلا بهانه آمریکا نسبت ما موجودیت ماست. وقتی منظر میخوام، من نمیخوام متهم کنم خدای نخواسته، من میخوام بگم این نوع قانون گذاری با زمان رضاخان و با اینا چه فرق میکنه؟ اونا میگفتن بهانه رو از انگلیس بگیریم فلانی وزیر بشه، بهانه رو از آمریکا بگیریم آقای امینی مثلا رئیس جمهور نخست وزیر بشه، بهانه رو بگیریم بریم بحرین رو از دست بدیم. بحرین از دست داد دیگه، بحرین رو از دست بدیم. این یه همچین وضعیه. وقت بعدش هم آقایون میگن که ما وقت ببینید در مورد پول، در مورد تامین مالی تروریسم بس برسنه که ما خودمون بیشترین قربانیان تروریسم هستیم. ببینید یه سوال ساده از آقایون میکنیم، آقا آمریکایی ها و FATF که خود چیز آمریکا قد ببینید اونا سپاه رو نیروی قدس رو حتی صدا سیما رو اینا رو همه رو حامی تروریست میدونن و بعضیشون رو تروریست میدونن، حزب الله لبنان هم میدونن، انصار الله هم میدونن اینا. وقتی که ما بپذیریم یعنی بایستی از حمایت و با اصلا با تبادل تجاری و تبادل بانکی با اینا رو قطع بکنیم، یعنی تبدیل بشیم به یک لقمه راحت که راحت بخورنمون. همین آدایش تا 75 کیلومتری مرز ما اومده بود، یعنی این واقعیت. میگن ما تحفظ میدیم، آقا FATF رسما اعلام کرده توی بیانیه 9 ماده‌ای که ما تحفظ نمیپذیریم. تحفظ ببینیم کنوانسیون 1961 وین، مثل که ماده 41 و 42 است، کنوانسیون 61 وین تأکید میکنه که تحفظ در پیمانهایی که با روح پیمان مغایر باشه پذیرفتنی نیست. خود اونا هم گفتن ما نمیپذیریم. خب پس ما چه اصراری داریم؟ تجربه برجام اینو ثابت میکنه که تجربه برجام همون کاری همون تعریف و تمجیده که برجام میکردن و پشت در اومد دارن الان بسیار. از این طرف میکنن. یه نکته دیگه هم هست، ببینید ما نگه نمیگیم جنگ اقتصادیه، جنگ اقتصادیه کی تو جنگ، مثلا فرض کنید جنگ نظامی، کی تو جنگ نظامی محل مهمات و نقشه راهشو به دشمن میده؟ شما تمام تراکنشاتونو با FATF در اختیار دشمن میگذارید. ما میگیم آقا این بانه این ما، اینا میگن که میگیم آقا به این ترتیب اگه این بپذیریم تحریما رو نمیتونیم دور بزنیم. میگن که نه، خود وزیر خزانه داری آمریکا میگه برای اینکه جلوی دور زدن تحریما از طرف ایران گرفته بشه باید FATF رو بپذیرن. پمپئو هم همینو میگه. منم زیاد حرف زدم، دست شما درد نکنه. ما دوست داشتیم بازم استفاده کنیم، وقتمون تموم هست. از شما بیانگاهیت هم تشکر میکنم که با ما همراه بودیم تا برنامه، و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا.